سلام، قسمت 11 سریال زخم کاری رو با هم دیدیم و حالا میتونیم دربارش بهتر و راحتتر نظر بدیم. میشه گفت که قطعا قسمت سریال فصل دوم سریال زخم کاری با همه توقعاتی که ایجاد کرده بود یک جور سقوط خیلی جدیه، سقوطی که منجر به این میشه که تمام کردیتی رو که در مطمئن فصل اول به بابت حسین مهدویان میدادیم از اون بگیریم، خلط درجهش کنیم و به نوعی به کسی بسپاریم که اون متن رو نوشته بود، حسین محمود حسینی زاد، نویسنده و مترجمی که خب زخم کاری به اسم 20 زخم کاری رفتن ازش خریدن و آوردن و پخش کردن و ساختن و چقدر قدرتمند. اما پنج نفر آدم که جمع شدن و سناریوی قسمت دوم رو نوشتن واقعا به نظر میاد که نتونستن و زخم کاری در نیومده. شما تو زخم کاری اتفاقاتی میبینی که سوتی ها انقدر زیادن که بعضی از سوتی ها به چشمتون دیگه نمیاد، یعنی طولانی بودن تصاویر، دویدن نمیدونم شهریار از اون تحت مراسم که داره میاد و به شما تلقی رو میده که مثلا نکنه که این الان داره میاد چاقو بزنه به یه نفر، یک حرکت خارق العاده لحظه ای انجام بده، خب بعد میبینید چی نیست. یا میبینی که خب مثلا دختری که میاد به فال بفروشه که یک جور یک فرشته ای که وارد میشه و پیام هایی رو به این مالک در قسمت قبلی و حالا تو فصل جدید به میسم میرسونه، خب اونقدر تغییرات ظاهریش هستن، حالا به خاطر سنش و به خاطر قوانین اینها هست که به چشم نمیاد، باز هم میگیم خب خب اینم قابل قبوله. اما دیگه کی روابط انسانیشون شکل میگیره؟ ما آشنایی شیدا و میسم رو ندیدیم در واقع که چطوری تونستن با هم نزدیک بشن. رابطه هم رابطه یکی که یهو نیست یهو هست. از اون طرف ما کی قرار بود اصلا دختر طلوعی با شهریار پسر شفاعت با هم باشن؟ اصلا با هم ما نمیدونیم، ولی با هم میرن توی اتاقی که تخت هست با هم میخوابه و از اون طرف دوباره میبینیم وقتی میاد بیرون داره میره شمال، خود باش نمیره و با هم ویلای اونه و برنامه‌ریزی رو کرده. ما یه چیزهایی از تیک زدن بین اینا باید میدیدیم قاعدتا تا بتونیم الان راحت تر باور کنیم که خب نمیتونیم. اینا رو بذاریم کنار، مثلا اینه که خود سمیرا که خب خیلی باهوشه، اگرچه الان یک مقداری مشلوق شدن ذهنش تصمیماتش اشتباهه و اون هوش و دوغش رو میتونه استفاده کنه، یک اتفاقات عجیبی میفته این وسط، پسرش رو میده دست همون گرگی که تو قسمت‌های قبلی میخواست تو ترکیه بکشتش. حالا این هیچی، در واقع اتفاقاتی که داره میفته اینه که اون رو پرستاده اون ویلا رو قبول نمیکنه، بعد نمیکنه وارد لجبازی شخصی میشه و در نهایت اون کیمیا و اینو اونو همه اینا میان و ما از تقریبا مثلا یه رو به قبل از این اتفاق میشد حد زد که خب میسمو فرستادن اونجا دارن بقیه رو به خونش تشنه میکنن بفرستن بره به هر بهانه‌ای بره اونجا، یا اینکه مثلا چون به کیمیا وقتی خبر میدن از طریق اون کارگری که تو خونه کار میکنه در واقع خبرچینی میکنه براش، بهش میگه که میسم رفته، اون یه در اولین فرصت تمام زندگی طرف رو میرزه بیرون. منطقی نیست آخه، تو کسی که سمیرا تونسته از پسش بر بیاد و از پس سمیرا برای موندن تو خونه شخصیش بر اومده، اینقدر دلقه که تا پاش گذاشت بیرون تا بهش لو داد، مثلا حقوقی رو رعایت نمیکنن دیگه، یعنی بیخیال شدن انگار، اینکه تصادف نکردن، یک نفر رفته چپ کرده حالا یه نفر دنبالش بوده، اصلا قتل نیست که، قتل امن نباشه که، قتل امن غیر امن نباشه که، قتل امن هم محسوب بشه، اصلا یعنی احمقن یعنی همشون. اینا هیچ کدوم قابل باور نیست و سریال رو واقعا به بدترین روزهاش رسونده. اگر شما یک برندی رو داشته باشید و بخواید که یه عده‌ای بشینن پای سفرش و خرابش بکنن اون برندو، بهترین کار رو توی فصل دوم سریال زخم کاری تا پایان قسمت دوم انجام دادن، یازدهم انجام دادن، نهم نه دهم، یه ذره بهتر بود، یازدهم خیلی بده. نظرتون رو هم بنویسید. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.